سمربیت تیم ملی وزن برداری در استودیو با ماست. آقای انوشیروانی سلام، با شما خیلی خوش اومدین. دلایل انتخاب این سه ملی پوشه که امروز قطعی شد رو اول بگین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و خسته نباشید، خدمت شما همکار محترمتون عرض کنم که خب سه نفری که ما قطعا انتخاب کردیم سه نفری بودن که شانس‌های اول ما هستن و خب نشون دادن تو تمرینات هم که واقعا برای المپیک آمادگی کامل دارن و اون سه نفر بعدی هم که انشالله به امید خدا از بین اون سه نفر که هر ستاشون واقعا از لحاظ کیفی و فنی نزدیک به هم هستن ما فرصت خواستیم. آقای مرادی رئیس محترم فدراسیون شرایط رو اینجوری سنجیدن که تا هفته اواخر هفته بعد ما فرصت دادن که انشالله از بین اون سه نفر دو نفر رو انتخاب کنیم و یک نفر دیگر رو خط بزنیم. آقای مجموعه ای از شرایط هست که شما رو مجاب میکنه که یک کسی رو انتخاب بکنید برای وزنی در رقابت مهم مثل المپیک. توی ورزش‌های مثل کشتی همین اواخر هم داشتیم مسابقه انتخابی برگزار میشه، اما توی وزن برداری ملاک‌های دیگری مثل رکورد وزن زدن در اردو مد نظر هست. میشه از این ملاک‌ها برام بگید؟ ببینید قطعا وزن برداری یه ورزش رکوردیه و بسیار مهمه که یک ورزشکار از لحاظ رکوردی در چه سطحی قرار داره و از لحاظ رنکینگی در دنیا در چه رتبه میتونه قرار بگیره و ما معیارهامون رنکینگ جهانی و همچنین رکوردایی که ملی پوشانمون دارن و از بین این دو معیار و همین که بالاخره خیلی مهمه که در آوردگاهی مثل المپیک تجربه و اون جنگندگی وزن بردار هم برامون ملاک هستش، کما اینکه ما چند مرحله رکوردگیری و حضور در مسابقات بین المللی آسیایی هم داشتیم که اینا هم برامون ملاک بود در انتخاب نفرات. الان اوضاع مصدومیت یا بهتر بگم اوضاع سلامت بچه‌ها در چه شرایطی، به ویژه بهداد سلیمی که اخیراً هم از بند مصدومیت رها شد و چشم امید مردم به وزن برداری هم هست تو این المپیک و سنگین وزن؟ ببینید عرض کنم خدمتتون که خب ما اولین هدفی که دنبال میکنیم برای رسیدن به المپیک و بهتر رسیدن به المپیک این که ما تیممون صد در سلامت کامل باشه، چون وزنه برداری میدونین لحظه به لحظهش میتونه که آسیب و خدای نکرده خطر باشه. ما تیم رو بالاخره مواظب هستیم که از این شرایط حتما به دور باشه. بهداد سلیمی هم خدا رو سر مرتبه شو که یکی از امیدهای ما شده و تو این سه ماهی که داره تمریناتش رو به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه تونسته که به اون شرایط ایدال برسه. اما خب بهداد سلیمی همه باید این رو در نظر داشته باشن، مردم عزیزمون بینندگان و محترم، که 100% بهداد سلیمی 6 ماه از میادین و از تمرینات دور بود و 3 ماهه که داره الان چند درصد آمادگیش؟ ما از لحاظ آمادگی که بخوایم ایشالا برای المپیک بهداد برسه من فکر میکنم 90% رو رد کرده و الان در یک شرایط خوبی به سر میبره، کما اینکه برنامه ریزی ما به این شکل بود که چون ایشون 3 ماه دیرتر از بقیه بچه‌ها تمریناتش رو شروع کردن برنامه ریزی بود که بهداد نزدیک های المپیک به اوج برسه که بتونیم ایشالله بهترین شرایطش رو در المپیک داشته باشیم. ما چون خیلی خوش میبینیم برای دست فوق سنگین خیلی راجع به بهداد و وزنش صحبت نداره، از 4 تای دیگه میشه پیش بینیتون رو بگین تو المپیک به نظر شما چه کار میکنن؟ ببینید خب توقع از وزن برداری همیشه بالا بوده و وزن برداری همیشه شگفتی ساز بوده. ما هم تمام تلاشمون رو کردیم که یک تیم یک دست و منسجم رو آماده کنیم که در المپیک واقعا از اون انتظاری که مردم دارن بتونیم که شرمنده نشیم و دفاع کنیم. نگفتینا؟ نه الان نمیدیم. که اصلا نمیشه هیچ قولی داد. خب بالاخره من عرض کردم ورزشی که بسیار اصلا شاید ثانیه به ثانیهش معلوم نمیکنه تو تمرینات که اتفاقا، به خاطر همین حفظ 6 نفر یک تاکتیکش همین بود که ما هرچه به المپیک نزدیکتر باشیم نفر اضافه داشته باشیم از این شرایط که خدای نکرده اتفاقی بیفته میتونیم که جایگزین داشته باشیم. خیلی متشکرم از شما سجاد انوشیروانی.